سلام دوستان به کلاس درس خوش اومدید امروز میخوایم با هم دیگه یک مثال از بحثایی که تا حالا در مورد فضای آرسو و بردارها کردیم حل بکنیم مثالی که میخوایم حل بکنیم این هستش میگه که فرض بکنید که ما یک مسلس آبسه داریم مسلس باز میخوام آبسه آب داریم که مختصات روس این مثلث به این ترتیب هستش نقطه آ مختصاتش هست منفی یک و صفر و صفر نقطه ب مختصاتش هست دو و صفر و رادیکال هفت و صفر و رادیکال هفت و نقطه سی هم مختصاتش هست سه و رادیکال دو و رادیکال هفت پس این مختصات ستاره است مثلث ما هستش اولین چیزی که از ما خواسته شده این هستش که محیط مثلث آب سه رو به دست بیارین محیط آب سه را به دست آورید خب ما اگر یه شکل کوچولو این کنار بر خودمون بکشیم ما یک مثلث سه داریم مثلا یک همچین شکلی از مثلثمون و این هم روسش A و B و C هستن درسته و محیط مثلثمون برابر با چی هستش محیط هر مثلثی برابر با مجموع طول سه تا زل اون هستش یعنی برابر با اندازه زل آبه به علاوه اندازه زل به سه به علاوه اندازه زل A3 هستش درسته پس ما باید این سه تا طول رو به دست بیاریم طول آبه، طول b و طول آسه و چون مختصات نقاط آبه و سه رو داریم خیلی راحت میتونیم از فرمول فاصله که قبلا با هم دیگه به دستش آوردیم توی فضای r استفاده کنیم و این سه تا طول رو به دست بیاریم برای اینکه یادآوری کنیم به خودمون خیلی سریع اینجا من براتون می‌نویسم که اگر یک نقطه P داشته باشیم به مختصات X0 و Y0 و Z0 و یک نقطه Q داشته باشیم به مختصات X1 و Y1 و Z1 قبلا با همدیگه اثبات کردیم که طول پار خط PQ برابر خواهد بود با چی؟ برابر خواهد بود با رادیکال مجزور تفاضل معلفه های نقاط P و Q یعنی X0 منهای x1 به توان 2 به علاوه ی y0 منهای y1 به توان 2 به علاوه z0 منهای z1 به توان 2 پس این فرمول فاصله یا طول هستش که قبلا با هم دیگه به دستش آوردیم حالا ما کافیه که عدد گذاری بکنیم توی این فرمول تا بتونیم طول AB و b و a رو به دست بیاریم بیاد از AB شروع بکنیم طول AB برابر با چی خواهد بود؟ برابر خواهد بود با رادیکال خب ما های متناظر رو از هم کم می کنیم میکنیم میشود منفی یک منهای دو به توان دو به علاوه صفر منهای صفر به توان دو به علاوه دقت بکنید دارم درایه های متناظر آ را از به کم می کنم و به توان دو میرسونم به علاوه می شود میشود صفر منهای رادیکال هفت به توان دو درسته اگر اینها رو به توان دو برسونیم خواهیم داشت چی؟ خواهیم داشت رادیکال خب اولی می شود منفی یک منهای دو می شود منفی سه به توان دو می شود نو دومی که صفر هستش به توان دو بازم میشه صفر و سومی هست منفی رادیکال هفت که به توان دو می شود هفت پس مساوی می شود با رادیکال 16 که مساوی با چهار هستش پس طول زل آبه ما چهار هستش این همون بیاید حالا طول زل بسه رو پیدا بکنیم طول زل بسه از همین فرمول اگر استفاده بکنیم برابر خواهد بود با رادیکال خب جمله اول می شود دوی منهای سه به توان دو به علاوه جمله دوم می شود صفر منهای رادیکال دو به توان دو و جمله سوم می شود رادیکال هفت منهای رادیکال هفت به توان دو درسته؟ خب اینا رو اگر حساب بکنیم خواهیم داشت زیر رادیکال دو من های سه می شود منفی یک به توان دو میشه یک به علاوه جمله دوم منفی رادیکال دو به توان دو هستش که میشود دو و جمله سوم هم صفر به توان دو که میشود شود صفر پس طول زل به سه ما رادیکال سه خواهد خب و نهایتا طول آسه برابر با چی میشود؟ شود؟ طول آسه برابر میشود با رادیکال خب بیایید مجددا کم کنیم درای متناظر رو منفی یک منهای سه به توان دو به علاوه صفر منهای رادیکال دو به توان دو به علاوه صفر منهای رادیکال هفت به توان دو خب اینا رو هم اگر حسابشون بکنیم به دست میاریم چی جمله اول می شود منفی چهار به توان دو که میشه 16 جمله دوم هست منفی رادیکال دو به توان دو که می شود دو و جمله سوم هست رادیکال هفت به توان دو که می شود ببخشید منفی رادیکال هفت به توان دو که می شود هفت 16 به علاوه دو به علاوه هفت مساوی می شود با چند؟ سایی می شود با 25 پس خواهیم داشت رادیکال 25 که مساوی با 5 هستش بنابراین محیط مسلس ما یا محیط آب C برابر می شود با طول زل آب 4 به علاوه طول زل B رادیکال 3 به علاوه طول زل A که 5 هستش که می شود 9 به علاوه رادیکال 3 خب این از محیط مثلث که ما به دستش آوردیم دورش هم یه مستطیل قرمز میکشیم که این جواب بخش اول مثالمون هستش خب بخش دوم مثال از ما این رو میپرسه میگه که طول میانه AM رو به دست بیاریم توی مثلث AM را به دست آورید به دست آورید خب یعنی اینکه نقطه M که وسط زل بی سی هست رو بگیریم از آب ام بست بکنیم از آب ام وصل بکنیم و بعد طول این پاره خط رو ما میخوایم به دست بیاریم خب برای اینکه طول این پاره خط رو به دست بیاریم باید از فرمول طول استفاده بکنیم اما لازم هستش که ما مختصات ام رو بتونیم به دست بیاریم مختصات M چی هستش؟ آیا میتونیم به دستش بیاریم یا نه؟ خب من پیشنهاد میکنم که یه چند ثانیه اینجا ویدئو رو نگه دارید و پیش خودتون فکر بکنید که چطور میتونه آدم مختصات نقطه M که دقیقا نقطه وسط بین B و C هست رو به دست بیاره بعد از اینکه فکر کردید ادامه ویدئو رو ببینید خب به دست آوردن مختصات M خیلی راحت هستش ببینید نقطه M دقیقا وسط نقاط B و C قرار داره این نقطه B و این هم نقطه C و یه جورایی دقیقا انگار میانگین این دوتا نقطه B و C هستش و به همین دلیل مختصات نقطه M هم دقیقا به صورت معلفه و معلفه میانگین مختصات B و C هستش یعنی در حالت کلی اگر که این نقطه B ما مختصاتش باشد B1 و B2 و بی سه مختصات x و y و زدهش و نقطه سی هم مختصاتش باشد سی یک و سی دو و سی سه در حالت کلی نقطه M که وسط B و سی هستش مختصاتش به صورت معلفه به معلفه میانگین مختصات بی و سی هستش یعنی معلفه اولش می شود B1 به علاوه C1 تقسیم بر دو معلفه دومش می شود B2 به علاوه C2 تقسیم بر دو و معلفه سومش می شود B3 به علاوه C3 تقسیم بر دو پس این فرمول مختصات نقطه هستش که وسط دو تا نقطه دیگه قرار داره توی فضای آرسه اگر بخوایم عدد گذاری بکنیم توی این رابطه مختصات نقطه ام ما به این صورت به دست میاد نقطه ام مختصاتش خواهد بود خب مختصه اولش میشود دو به علاوه سه دوم دو به علاوه سه دوم یعنی میانگین معلفه x نقطه B و معلفه x نقطه C معلفه دوم می شود چی؟ می شود معلفه میانگین معلفه دوم یا معلفه وای نقطه B و معلفه وای نقطه سی یعنی سفر به علاوه رادیکال دو دوم و معالفه سومش هم می شود میانگین معالفه سوم بی و سی یعنی رادیکال هفت به علاوه رادیکال هفت دوم درسته با دیگه جمع میکنیم تقسیم دو میکنیم که میانگین بگیریم یعنی مختصات نقطه ام ما هست چی هست 5 دوم و رادیکال دو دوم و اینم میشود می شود رادیکال هفت چون هم داریم رادیکال هفت بلا رادیکال هفت تقسیم بر دو خب حالا که مختصات نقطه M که وسط زل BC هست رو به دست آوردیم دیگه طول میانه AM رو به دست آوردن خیلی راحته چون هم مختصات A رو داریم هم مختصات M جایگذاری میکنیم توی رابطه طول بنابراین طول AM ما برابر خواهد بود با رادیکال خب معلفه اول ها هست منفی یک من پنج دوم به توان دو به علاوه دومیش می شود معلفه دوم آ صفر صفر من رادیکال دو دوم به توان دو به علاوه معلفه سوم آ هم صفر پس صفر من رادیکال هفت به توان دو خب این از این اگر این جملات رو تک تک حساب بکنیم به دست میاریم جمله اول برابر خواهد شد با وقتی به توان دو برسونیم چهل و نه چهارم چون این کس منفی هفت دوم هستش اگر به توان دو برسونیم میشود چهل و نه چهارم جمله دوم میشود دو چهارم پس به علاوه دو چهارم به علاوه جمله سوم هم میشود عدد هفت و اگر این سه عدد رو با هم جمع بکنیم و جزش رو حساب بکنیم طول میانه آم تقریبا برابر با چهار و چهل و چهار صدم خواهد بود پس این هم جواب قسمت دوم سوال ما که طول میانه آم رو خواسته بود پس توی این سوال دو تا چیز رو با هم دیگه دیدیم اول اینکه از رابطه ای طول چطور میتونیم استفاده بکنیم و مثلا محیط یک مثلث رو حساب بکنیم و دوم اینکه چطور میتونیم مختصات نقطه ای که وسط دو تا نقطه دیگه هست رو به دست بیاریم که خیلی دیدیم راحت هستش چون این نقطه خودش میانگینه اون یکی دو تا نقطه انتهایی پاره خط هست تک تک مختصه هاش هم مختصه x و زده اون نقطه میانگین مختصات نقاط انتهایی پاره خط خواهد بود خب توی کلاس درس بعد میبینمتون خداحافظ